در همایشی که به مناسبت آمادگی ها برای ایام محرم و عاشورای حسینی در مصلای سلطانیه شهر مزار شریف با حضور بیش از 1000 تن از مبلغان و نیز علما و مسئولین بلندپایه امارت اسلامی افغانستان برگزار گردید، سخنرانان بر اهمیت مکتب انسانساز عاشورای امام حسین علیه السلام تأکید کردند و آن را نقطه عطف در دنیای اسلام دانسته بر وحدت و همدلی مذاهب اسلامی تأکید کردند. شاعر می‌فرماید گرچه مذهب شد مختلف، هیچ کسی بیگانه نیست. ما چند مذهب داریم در افغانستان؟ 5 مذهب داریم. پیروانی دارد، رهروانی دارد. گرچه مذهب مختلف شد، هیچ کسی بیگانه نیست. باغبان را در چمن هر گل برنگی دیگر است. یک باغبان یک چمن دارد، یک باغچه دارد. در این باغچه گل‌های رنگارنگ وجود دارد. این باغچه جنت بخش، فراح بخش، خوشنماست. کشور افغانستان این کشوری که ملت‌های مختلف در این کشور زندگی می‌کند، ازبک است، هزاره است، تاجک است، همه اینا زینت کشوری ماست. همه اینا برادری ماست. باغبان را در چمن هر گل برنگ دیگری است. میان من و تو 100 درد مشترک باقی است. چرا تو را با خود به اعتماد می نگرم؟ 1000 درد مشترک ما داریم. دین مشترک، مملکت مشترک، خدای مشترک، کعبه مشترک، همه ما داریم. چرا تو را به خود ما بی اعتماد میبینم؟ نباید ما در نظر تو بی اعتماد باشم. پروردگار عالم در قرآن مجید میگوید: و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این محبت پیغمبر علیه الصلاه و السلام یا محبت اهل بیت پیغمبر علیه الصلاه و السلام این باید به طریقه متوسط باشد. ای باید افراد و تفرید نباشد. هر رکم که در شریعت شرکم است، من ای دین ما و شما بیرونی است که ای عشق محضم نیست، جنودم نیست. ای یک طریقه است که متوسط طریقه است، از افراد و تفرید دور است. باید اگر مقام هر کس باید میشناسد. میدانی که حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند من همین انقلاب عاشورا را که آوردم، آغاز کردم و این عاشورا را به وجود آوردم برای احیای اسلام و دین جدم و سنت پیامبر است. لذا نکته های اساسی عاشورا را باید ما از احادیث عاشورا بگیریم. کون دعات الناس به غیر السنت. مردم، علما، شما بگونه ای باشید وقتی که چشم مردم به شما میفتد باید بیاد خدا بیفتد، بیاد قیامت بیفتد، بیاد اخلاق و انسانیت بیفتد. شما باید چنین باشید. نشود خدای نکرده چشم مردم به عالم بیفتد یا چشم مردم به قاضی بیفتد، چشم مردم به حاکی بیفتد، بیاد بیعدالتی، بیاد حسادت، بیاد دشمنی بیفتد. اون زمان علما موفقن که تمام عملشان خالصانه و مخلصانه باشد و دیگر اینکه خودشان قدم عملی بردارند، قدم عملی بردارند. امام صادق فرمود: من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم. کسی که سخنی میگوید اما عمل کردش، سخنانش را تصدیق نکند، او را عالمش نخوانی. در قرآن عظیم شان می فرماید: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. برادران، ما و شما اگر اهل تسنن باشیم، اگر اهل تشیع باشیم، ما و شما یک برادر هستیم. او برادران، قرآن عظیم شان ما و شما یک است. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از ما و شما یک است. صحبه ما و شما یک است. مجتهدین ما و شما، صحبه ما و شما یک است. خلفای راشدین ما و شما یک است. نو باید ما و شما اتفاق و اتحاد دیگه هم بکنیم. بیاین برادرای عزیز، او برادرای اهل تشیع، بیاین متفق شویم. در هندوستان 70 ادیان زندگی داره. 70 ادیان.
که یک دینش 170 میلیون خلی مسلمان است. اونا در یک دسترخان، در یک جای، در یک فرهنگ زندگی میکنن. چرا ما شما نکنیم؟ آیا روشن فکر نداریم؟ آیا شیوخ نداریم؟ آیا علما نداریم؟ آیا مردمی فهمیده نداریم؟ آیا کسی نداریم که برای ما و شما توسعه اتفاق اتحاد بکنن؟ الحمدلله از هر چیز سرمایه گذاری کرده گیستیم. عالمی ما عالم است، شیخ من شیخ است، مجاهد من مجاهد است، روشن فکر ما یک فکر ملی داره. بیاین که از قلم و از زبان و از سنگر و از محراب کار بگیریم، از منبر کار بگیریم که دیگه در قوم خود اتفاق و اتحاد بیاریم. به کوری چشم دشمنان وحدت، رابطه صمیمی و مخلصانه بین مذهب جعفری و مذهب حنفی است. رابطه استادی و شاگردی، امام صادق می‌فرماید انما المؤمنون، آقایان می‌دانند، فضلا نشستند، انما حرف حصر است. فرمود مؤمن کیه؟ اخو، اخوه، بنو ابن و ام، مؤمنا برادرند، انگار یک پدر و یک مادر دارند. و اذا ضرب علی رجل منهم عرق سهر الاخرون، وقتی یک نفر رگش بریده می شود، زخم بر پیکرش وارد می شود، دیگرا بیدارند. دین اسلام به منافع شخص نمی اندیشد، مطالب را که همکارای عزیز گفتن، بلکه به اهداف آرمانی توجه دارد. عاشورا دنبال یک آرمان کلان است و بیداری است. مرجعیت ما حضرت آیت الله سیستانی که پاپ وقتی آمد به نجف گفت نقطه عطف تاریخ زندگی من زیارت شماست، فرمود اهل سنت برادر نگین، بگین نفس ماست، جان ماست. اجازه بدین امام حسین از زبان ام المؤمنین بی بی عایشه همسر رسول الله روایت کنم و نقل کنم. بی بی عایشه نقل میکنه روز جبرئیل بر پیامبر نازل شد. خب هممون میدانیم جبرئیل بر پیغمبر نازل میشد. در همون لحظه آمدن جبرئیل، امام حسین آمد به محضر پیامبر، از پشت آن حضرت بالا میرفت. خب محبت داشت. بعد جبرئیل به راوی روایت ام المؤمنین است، جبرئیل به پیامبر فرمود یا محمد، همونطوری که شنیدین نگذارین کشور گرفتار فتنه شود، خون بنا حق ریخته می شود. پیغمبر مخاطب جبرئیل است، ان امتک ستفتن بعدت، امت تو بعد از تو گرفتار فتنه می شوند. و یقتل یا یقتل ابنک هازا من بعده، بعد از تو این فرزندت را می کشند. و مد یده، جبرئیل دستش دراز کرد، فاتاه به تربت بیزا، یک مشت خاک روشن از کربلا گرفت و قال فی هاز العرض یقتل ابنو، در این سرزمین فرزندت کشته می شود، اسم حتف. حالا این بس می آید که خب امام حسین مجبور بود، نه، خدا میگه نماز بخوان، بعضی ها می خوانن بعضی ها نمی خوانن، شهادت یک آرمان، بعضی ها میرن بعضی ها نمیرن. بعد جبرئیل رفت، ام المؤمنین عایشه نقل میکنه فلما ذهب جبرئیل، جبرئیل بیرون رفت، خرج رسول الله، پیغمبر از خانه بیرون شد، الى اصحابه، در محضر یارانش، و تربتو فی یده، خاک به دست پیغمبر بود، و فیهم ابو بکر، حضرت ابی بکر و حضرت عمر و عمر و علی و حضرت علی و حذیفه و عمار و ابو ذر. من یادداشت کردم 6 نفر نام برده ام المؤمنین. و هو یبکی، پیغمبر گریه میکرد. فقالوا ما یبکیک یا رسول الله، پیغمبر گریه میکرد، هنوز حسین به شهادت نرسیده بود.
اصحاب گفتن یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فقال اخبرنی جبرئیل، فرمود جبرئیل به من خبر داد. عزیزان مبلغین، همونطوری که سه آیه میگه کسی جبرئیل قبول نداره کافره، جبرئیل اگر نماز و روزه و زکات آورده برای معرف حسینم برنامه داشته. کدام دانشگاه این همه شنونده داره؟ بعد پیغمبر فرمود و جاءنی به هذه التربه فاخبرنی ان فیها مزجعه، این خاک از کربلا به من آورد و من خبر داد اینجا خوابگاه و محل شهادت حسین است. شهادت امام حسین علیه السلام در عاشورا یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین رویدادهای تاریخ اسلام است، اما حسین علیه السلام با قیام علیه حکومت سالمانه یزید بن معاویه نماد شجاعت، عدالت و فداکاری شد. او به دنبال حفظ اصول دینی و اصول انسانی بود و با قرار دادن خود و خانوادش در معرض خطر به دنبال اصلاح جامعه و نجات اسلام از تباهی بود. امام حسین علیه السلام با انتخاب مسیر شهادت نمونه‌ای برای تمامی مسلمانان به ویژه شیعیان شد. او با قرار دادن اصول اخلاقی و انسانی بر فراز هر چیز دیگر نشان داد که حقیقت و عدالت ارزش‌هایی است که باید برای آنها فداکاری کرد. امام حسین علیه السلام نمونه‌ای از شجاعت، ایثار و انسانیت بود. شهادت او همچنان در قلب مسلمانان جهان زنده است و ما همیشه از او الهام می‌گیریم.